خب عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزانی که در لایو حضور دارند. همونطور که آقای محزون اشاره فرمودند در مورد علی نقی وزیری و تأثیر اون در موسیقی ایران، البته واقعا هم من همیشه به این جمله، این شعری که مرحوم مهندس همایون خرم در مورد آقای وزیری در سخنرانی ها در ابتدای کلام میگفتن، اعتقاد راسخ دارم. یعنی واقعا اونچه که ایشون میفرمودن این بود که میگفتن که بله، یک دهان میخواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح آن رشک ملک. باید این واقعیت رو پذیرفت. ما در یک کشور، در کشوری نیستیم که موسیقی درش نهادینه شده باشه. درسته که تاریخ بسیار طولانی داریم، 2500 سال تاریخ داریم، و البته در تاریخ موسیقی ما در دوره باستان که مثلا به دوره ساسانی شاید بیشتر بر میگرده و اونچه که در دیوان شعرهای پس از دوره ساسانی یا دوره باستان ما در حقیقت اشاره شده در مورد باربد و الحان باربد، و بعد محققین دیگری راجع به دیگر موسیقیدان ها خیلی کلی البته در حقیقت صحبت کردن، مثل نکیسا و بامشاد و سرگیوس و از این دست. ولی به هر حال ما توی کشوری هستیم که بیشتر به قول دکتر شاهین فرهاد مملکت شعر هست، مملکت ادبیات هست تا مملکت موسیقی. به همین جهت کاری که وزیری در این مملکت انجام داده اهمیت بسیار زیاد داره. ما جلسه گذشته راجع به تأثیر وزیری در آموزش موسیقی کشور صحبت کردیم و به تفصیل گفتیم که حتی تا به امروز هم حتی اونهایی که اعتقادشون به آموزش موسیقی ایرانی به روش سینه به سینه یا آموزش شفاهی است، حتی در رفتار موسیقایی خودشون از خط نوت استفاده می کنن. و من البته اختصار باعث میشه که شاید مبحث علی نقی وزیر رو سعی کنم که در این جلسه یه طوری خاتمه بدم، ولی دقیقا متوجه هستم که این کار خیلی سخته عملا و به این سادگی نمیشه که از کنار یه شخصیتی با ابعاد مختلف، میدونید وزیری فقط یک بود که نداشت و ابعاد متعددش در موسیقی ما تأثیر گذاشته. و خیلی جالبه که ما اگر اعتقاد داشته باشیم که در حقیقت آقای وزیری بالاخره مثل هر کسی که یه دیکته می نویسه و ممکنه غلطی هم داشته باشد، ولی در واقع آنچه که تأثیر گذاری کرد، جالبه که چندین دهه پس از خاتمه فعالیتاش و تا به امروز خیلیا بدون اینکه به مرجع مراجعه بکنن یه طوری دارن از اون تابعیت میکنن. البته شاید تفاوت علم و هنر هم توی همچین چیزهای است. ما حالا توی کشورمون این به اصطلاح تبارشناسی رو نداریم که وقتی که اتفاقی در فضای فرهنگی و هنری مخصوصا در موسیقی با تمام حساسیت‌های اجتماعی که در طول تاریخ داشته بگردیم ببینیم که واقعا چه کسی تأثیرگذاری اولیه رو داشته، یعنی سنگ بنا رو چه کسی گذاشته و استفاده می‌کنیم. این شاید این بحث تاریخ تحلیل موسیقی یک نوع رجعت به گذشته نمیتونم اسمشو بگذارم، بلکه باید بگم که جزء مبانی به صلاح متدولوژی و یا روش شناسی است برای آنچه که قبلا داشتیم و امروز هم داریم استفاده میکنیم بدون که بدونیم از کجا شاید آمده. در حقیقت هم همین هست. بحثی که امروز در مورد آقای وزیری خواهیم داشت، یعنی من سعی میکنم که بحث‌های مختلفی رو در مورد وزیری به شکل، حالا به قول فرنگی‌ها، یک آوتلاینی مطرح بکنم که فقط توجه‌ها رو به این نکته جلب بکنم که وزیری واقعاً توی حوزه کار خودش چه کارهایی رو انجام داد
و تأثیراتش امروز در موسیقی ما کجا هاست و با توجه به تأثیراتی که در موسیقی، نه تنها در موسیقی کلاسیک ایران بلکه به نظر من در ژانرهای مختلفی به هر حال تأثیر گذاشته، اگه مستقیما هم نبوده غیر مستقیم هست. همیشه من گاهی به دانشجویان دکتری خودم توی حالا رشته تحصیلی که دارم میگم که بعضی مواقع اطلاعات رو نمیشه مستقیم به دست آورد، باید که باید به طریق غیر مستقیم به دست آورد. این هم جزء همون موارد هست و اگر ما بحث زائقه موسیقی رو مد نظر داشته باشیم و اون چیزی که امروز در کشور ما حالا به هر حال به عنوان زائقه موسیقی بهش ارجاع میشه، میتونیم به اصطلاح رفتار وزیری رو در همون سالهایی که به مملکت در حقیقت برگشته به اصطلاح ببینیم که خب این کارهایی رو که او در اون سالها تا 1325 انجام داد امروز چه تأثیراتی داره. بخشی که من امروز خیلی دوست دارم روش تاکید بکنم بخش نوازندگی وزیری هست. وزیری در شرایطی نوازندگی چار رو به این شیوهی که در آثارش مشاهده میشه به جامعه ایرانی، به جامعه فرهنگی و به جامعه موسیقی ایران عرضه کرد که رفتار نوازندگی بسیاری از استادان ما در حیطه نوازندگی ردیف، ردیف دستگاهی، پیشترآمدها و احیانا رنگ ها و برخی شاید چهار مضراب هایی بود که برخی از استادان داشتن و با توجه به استیلایی که تار البته در موسیقی ما داشت، من اینجا چند تا نکته خیلی جالب میخوام اتفاقا بهش اشاره بکنم که لازمه در مورد وزیری و نظری که در نهادش بوده، در نهادش بوده و یه جاهایی گفته و من مستقیما اینا رو از خود استاد پایور شنیدم که چون ما وقتی که ایشون شیراز می اومد یا در زمانهایی که کلاس می رفتیم خدمت ایشون خیلی صحبت می کردیم در موارد مختلف که یک جوری بر می گشت به رخدادهایی که در موسیقی ما بود و به نظر من نوازندگی وزیری یک رخداده، یک رخداد هست. ببینید در اون عصری که بوده، من قبلا هم اشاره کردم در جلسه دوم همین تاریخ تحلیلی که تکنیک نوازندگی ردیف تقریبا در همه سازها، اگر از ردیف دوره عالی پایور صرف نظر بکنیم، تقریبا تمام ردیف اساتید ما که در نوازندگی نوشته شده و یا حتی ردیف آوازی ما هم به طور کلی از نظر تکنیک ثابت دارن. اگر از بحث فواصل، چون در بین عزیزانی که وارد لایف شدن نوازنده های نی هم هستن میدونم، اگر از بحث فواصل صرف نظر بکنیم که در سازهای کششی مثل نی و کمانچه و ویولون بسیار بسیار مهم هست و اگر نوازنده گوش خوبی نداشته باشه حتما ممکنه که این فواصل رو صحیح اجرا نکنه و به کیفیت موسیقی لطمه وارد خواهد شد، ولی تکنیک ردیف فرقی نمی کنه. ببینید ما در نوازندگی ویولون یا کمانچه وقتی داریم صحبت از نظام فواصل دستگاه چهارگاه می‌کنیم، یه مقداری برای نوازنده ها از نظر انگوش گذاری ممکنه یه کمی سخت باشه، یه کمی اگر گوششون دقیق نباشه فواصل ممکنه درست نگیرن. اما تکنیکی که مثلا در ردیف استاد سبا در ویولون به اصطلاح نوشته شده، چه ردیف اول و چه ردیف دوم، یه تکنیک کاملا ثابته. البته ما در مورد سبا صحبت میکنیم و آنچه که ایشون در ردیف ویولون نوشته مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم، اما به طور کلی ما اصل صحبت من این است که آقا این تکنیک ثابته دیگه، به هر حال فرقی نمیکنه که چگونه در حقیقت نوازنده بخواد این ردیف رو مشق بکنه. بستگی داره حالا به استاد، اگر که حالا تو هر سازی استادان فن خودشون میدونن که مثلا چطوری ردیف رو با شاگرد آغاز بکنن که از نظر انگوش گذاری خیلی کارش سخت نباشه. مثلا میبینید که در ردیف میرزا عبدالله بسیاری از معلمین ردیف رو از ماهور شروع میکنن، در حال که در ردیف ویولون استاد سبا مثلا از دشتی آغاز شده برای مثال. حالا و وزیری توی این عصر میاد یک فرایندی رو، یک
قطعاتی رو به ادبیات موسیقی ما اضافه میکنه که همونطور که قبلا هم اشاره کردم پای ریزیش قطعا در همون تمرینات صندوق خانه‌ای بوده و اون تمرینات صندوق خانه‌ای وزیری هست که در حقیقت پایه و اساس فیزیک نوازنده میشن. در حقیقت من باید اینطوری در مورد وزیری صحبت بکنم که وزیری فیزیک نوازندگی رو در کشور اصلا دگرگون کرد. یعنی اون کاری که او انجام داده، من در یکی از مقالاتم هم که در مجله هنر موسیقی به اصطلاح منتشر شده اونجا به تفصیل صحبت کردم که نحوه جمله بندی آقای وزیری در قطعات خودش به شکلی بود که از نظر اجرا هیچ نوازنده نمیتونست، همونطور که مثلا در تمرین و مشق روزانه خودش مثلا نشسته گوشهای مختلف ردیف رو زده، بتونه بلافاصله این آثار رو اجرا بکنه. اگرچه که استاد پایور در یکی از مصاحبه های خودش گفته که اساتید قدیم ما همه اهل عمل بودن و می نشستن پای ساز اجرا می کردن می رفتن. بله، هر کدوم از اونها در شیوهی که نوازندگی می کردن این کار را انجام می دادن، ولی معنیش این نبوده که همه اونها می توانستن شیوه آقای وزیری رو هم به همین شیوه اجرا بکنن. اصلا امکان نداشته. شیوه آقای وزیری طوری از نظر ادبیات جمله بندی نوشته شده که برای اجرای سالم اون و برای اجرایی که دارای بیان باشه، یعنی من باید اینجا حتما به این موضوع اشاره بکنم، چون نواخته های خود آقای وزیری هم هست خوشبختانه، از آنچه که خودش اجرا کرده میبینیم که خب البته خودش مصنف بوده، درستش هم همین هست که درک دقیقی داشته باشه. من فکر کنم در بین نوازندگان که پس از وزیری آمدن فقط استاد هوشنگ ظریف به این خوبی تونستن اجرا کنن، خدا رحمتشون کنه. و واقعا خودش هم در یکی از مصاحبه‌هاش گفته علاقمند بودم به آثار آقای وزیری که میتونستم اونجوری اجرا بکنم در هنرستان موسیقی، ولی وزیری در ساختمان جمله بندی طور این جملات رو نوشته و کوک هایی رو حتی بعضی مواقع اختیار کرده در نوازندگی تار که به این آسون خیلی از نوازنده ها تا پایان عمر نوازندگیشون نمیرن سراغش اصلا، چون سخته، مشکله، اجراش مشکله. و به کیفیت خود آقای وزیری هم بخوان اجرا بکنن خیلی سخته. ببینید وزیری مثلا شاید 70-80 سال پیش اینا رو مثلا اجرا کرده و خیلی خوب اجرا کرده و خیلی عجیبه که مثلا امروز که این همه بالاخره نوازندگان متبحر در جامعه وجود داره شاید نتونن اونجوری هم بزننش و این نیازمند کار هست. بنابراین اون فرهنگی رو که من جلسات گذشته در مورد کار آقای وزیری صحبت کردم و مخصوصا رو تمرینات صندوق خانه‌ای ایشون اشاره مبسوط داشتم، همین رو داره بیان میکنه. وزیری در حقیقت با خلق این آثار خواسته بگه که این آثار بدون تمرین فارغ از آنچه که رایج هست در رفتارشناسی موسیقی دانان ما امکان نداره اجرا بشه. این یکی از مهمترین پیام های است. و جالب اینجاست، ما در زمانی که کتاب وزیری رو داشتیم به اصطلاح کار میکردیم و خود من با آقای دکتر فرهد مصاحبه کردم در مورد آقای وزیری، یه اشاره کردم که شاید خود آقای فرهد هم بهش توجه نداشت، گفتم آقا به نظر من این چیزی که در نوازندگی آقای وزیری هست تو سازهای دیگه هم خیلی تأثیر کرده. یعنی اون چیزی که سرفصل و فصل خطابی که ما در ابتدای این صحبت داشتیم همین بود که تأثیرات آقای وزیری رو پس از خودش ببینیم دیگه. نگاه که میکنیم میبینیم که اولین تأثیر وزیری در بین شاگردانش توی نوازندگان تار در زرین پنجه مشاهده میشه که اتودهای بسیار زیبا و در این حال اصلا اتوده. یعنی ببینید ما چیزی به نام واژه اتود اصلا در موسیقی ایرانی نداشتیم که وزیری هست که در حقیقت یه همچین چیزهایی رو در
ادبیات و فرهنگ موسیقی ما وارد میکنه و شاگردانش هم برخیشون دنبال روی او هستن، این اتود یا اگزرسایز یا تمرین یا هر چیز دیگری که بخوایم اسمش رو بگذاریم، در حقیقت مؤثر کار خود آقای وزیری هست که او در قالب موسیقی توصیفی در حقیقت در فضای موسیقی توصیفی خلق کرده، مثلا قطعه بندباز، نمیدونم ژیمناستیک موزیکال، دخترک ژولیده، که این ناصف از آثار بسیار مهم او هستن، و یا اتود دشتی. و میبینیم که در کارهای زرین پنجم البته هست که تو کتاب سوم هنرستان موسیقی به اصطلاح خودشو نشون میده. اما در مورد به اصطلاح رشته های دیگر نوازندگی هم این مسئله وجود داره. یعنی ما وقتی که کتاب سوم ویولون استاد سبا یا برخی از چهار مضراب هایی که سبا در ردیف دوم ویولون خودش نوشته، تأثیر سبا رو، تأثیر وزیری رو در کار استاد سبا هم میتونیم مشاهده بکنیم. این یکی از مهمترین مسائلی است که وجود داره. ببینید دقیقاً میشه از به اصطلاح اون اثر پی به مؤثر هم برد. چطور میشه این رو به اصطلاح در حقیقت درک کرد؟ و اون اینه، در واقع استادانی که به سبا پیش از وزیری درس دادن هیچ کدوم تکنیک نواز نبودن، هیچ کدوم. یعنی ما نمیتونیم هیچ جایی سندی رو ارائه بدیم که بگیم که استاد سبا مثلا پیش درویش خان، حسین خان اسماعیل زاده، نمیدونم میز عبدالله و نظرین ها تکنیک نوازندگی رو مثلا به شکل بسیار ادوانس و پیشرفته درس گرفت. اصلا همچی اتفاقی نیفتاده. خود آثار این بزرگان نشون میده که تکنیکشون در چه حدی بوده، کما این که در یک سند تصویری که تقریبا در حدود 11 سال پس از درگذشت سبا شاگردانش تهیه میکنن، مرحوم دکتر صفوت یک چهار مضرابی رو که هم منصوب به درویش خان هست و هم منصوب به سباست میزنه و میگه که این چهار مضراب ماهور استاد سباست و میشه تکنیک مرحوم سبا رو از این چهار مضراب در ستارش درک کرد. پس اون چه که بنده دارم عرض میکنم در مورد تکنیک استادان پیش از خود استاد سبا، یعنی اونهایی که به سبا ساز درس دادن، مثل درویش خان و میز عبدالله و نمیدونم حسین خان اسماعیل زاده و علی اکبر شاهی و امثال هم، تکنیکشون کاملا مشخصه. تکنیکی که سبا در ردیف های ویولونش به کار برده، اگرچه که به قول فرامرز پایورد جز ابتکارات آلمانی سبا هست، ولی تحت تأثیر حتما وزیری بوده، منتها به شیوه سبا بر بیان شده. یعنی سبا این رو اونجا دیده، پس این تأثیری هست که مخصوصا وزیری بر روی یک نابغه و یک نخبه‌ای مثل سبا گذاشته. اگر غیر از این بود به هیچ عنوان چهارمضراب‌های مثل نمیدونم زنگ شتر و اون چهارمضراب‌های اصفهان و غیر و ذلك اصلا در ردیف استاد سبا نمیتونست وجود داشته باشه، به هیچ وجه نمیتونست داشته باشه. حتی من اعتقادم شخصا این است که نه تنها تکنیک نوازندگی وزیری روی نسل پس از خودش تأثیر گذاشت، بلکه روی نسل پس از شاگردانش هم تأثیر گذاشت، که یکی از بارزترینش فرامرز پایبر هست که از نظر تکنیک نوازندگی سنتور غیر قابل قیاس با گذشتگان خودشه. این مسئله خیلی مهمه. در مورد اینکه در کدام ساز بیشتر سبا تکنیک رو چیز کرد، در قطع یقین ویولون، اصلا شک نکنید تو این موضوع، سبا بیشترین توانایی و آنچه که داشته است از نظر تکنیک نوازندگی در ویولون خرج کرده. در ویولون ببینید یه جایی نوشته بود که بله استاد سبا تا 20 سال قبل از درگذشت خودش تمرین میکرده. ببینید سبا در سال 1336 فوت شده، یعنی تا سال 1116 تمرین میکرده. به خاطر همین است که توی همون سند تصویری هم اشاره میکنن که آقای پایور اشاره میکنه، میگه که بله قطعه به یاد گذشته رو ساختن به یاد اون موقعی که آهنگ میساختن، بنابراین همون 20 سال پیش از درگذشتش تقریبا درسته. پس این آثار مربوط به اون موقع است، یعنی تا قبل از 1316. خب اینا همون موقعهایی بوده که سبا با وزیری
به اصطلاح کلاسش میرفته و در مدرسهش تحصیل میکرده و این یکی از همون اتفاقا نکات بسیار مهمه. ولی میبینیم که اون نسل پس از او هم که فرامرز پایگر هست و به عنوان یه استاد بزرگ نوازندگی است تأثیر بسیار زیادی گذاشته. یعنی اونچه که ما از نوازندگان پیش از پایور در سنتور میشنویم خیلی تکنیک چیزی نیست، پیشرفته نیست. و اتفاقا حالا بگذارید اینجا همین جمله رو بگم، این جمله خیلی مهمه، این جمله مستقیما از خود آقای پایور شنیدم. آقای پایور به من گفتن که وزیری به طور کلی به سنتور اعتقاد نداشته، اعتقاد نداشته اصلا. خب معلومه که چرا اعتقاد نداشته، برای که تکنیکی که او در نوازندگیش به کار می برده با حبیب سمایی که بهترین نوازنده اصل بوده اصلا مقایسه نباید مقایسه می شده. فاصله خیلی زیادی داشته، خیلی فاصله زیاد داشته. می گفت تا زمانی که من براش قطعات خودش رو با سنتور اجرا کردم یه مقداری نظرش نسبت به سنتور عوض شد. بله ببینید، ما در سال 1319 فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم رادیو ایران تأسیس شده و در تأسیس اون آقای وزیری و حبیب سمایی و سبا و حاجی اکبر شهنازی و اینها رو دعوت کردن که بیان در رادیو و نوازندگی کنن. و یه جای دیگه هم در سالگرد در گذشته استاد حسین تهرانی در سال 1353 در رادیو ایران یک برنامه ضبط شده که شاید بسیاری از نوازندگان تنبک اون رو شنیده باشن، باز اشاره میکنه که یک موزیسیان از کشور روسیه میاد و علی نقی وزیری و حبیب سمایی اونجا ساز زدن. پس آقای وزیری ساز حبیب رو شنیده بوده و سازشناسی خوب میدونسته. این خیلی مهمه، این یه نکته بسیار مهم هست. این دقیقاً هر فی و صحبتی رو که فرامرز پایور در مورد اظهار نظر وزیری روی سنتور مطرح کرده تایید میکنه. وزیری تکنیک سنتور رو میشناخته، وزیری تکنیک سنتور رو میشناخته و متوجه بوده که تکنیکی که خودش در نوازندگی به کار میبره تا چه حد پیشرفته تر از اون چیزیست که در سنتور نواخته میشه. این خیلی مهمه، این خیلی نکته مهمه. به خاطر همین هست که ابتدای کلام عرض کردم که نوازندگی علی نقی وزیری در همون سالهایی که آمده ایران و مدرسه موسیقی تأسیس کرده خودش یه رخ داده. واقعا خیلی مهمه که یه کسی بیاد در جامعه مثلا فرهنگی ما، مثلا در جامعه موسیقی ما، مثلا تا اینجا که میخوایم صحبت بکنیم در دو بخش اثر بسیار عمیقی گذاشته باشه. یکیش آموزشه که آمده نظام آموزش رو همونطور که جلسه قبل دو هفته پیش صحبت کردیم به شدت دگرگون کرده تا به امروز، و یکی دیگرش نوازندگیست، اونم نه فقط در رشته نوازندگی خودش که تار بوده بلکه تو همه رشته ها. من حتی میتونم اینجا اثبات بکنم که علارغم این که وزیری نوازنده تنبک نبوده تأثیرات او در تنبک ایرانی هم واقعا مشاهده میشه. یعنی دقیقا ما میتوانیم تأثیر آقای وزیری رو در نوازندگی تنبک هم مشاهده بکنیم. نوازنده تنبک، بله، آقای تهرانی وقتی که میاد، استاد تهرانی تحت تأثیرات تعالیم سبا که همیشه هم خازانه این جمله رو میگه، خب اینها ریشه به نحوی در تعالیم وزیری داره. و اگر بحث تکنیک توی نوازندگی تنبک مطرح هست، اصلا بحث تکنیک تا قبل از وزیری اصلا وجود نداشته، که اصلا وجود نداشته. وزیری هست که این بحث رو آغاز میکنه، او آغاز کننده بحث تکنیک در موسیقی ایرانی هست، وگرنه وجود نداشته. اتفاقا یکی از نگاه‌هایی که در تقابل با نظر آقای وزیری هست، فکر کنم آقای لطفی نظر رو داشتن، گفتن آقا موسیقی ایرانی تکنیک نداره و چه لزومی داره که ما انقدر بخوایم تکنیک رو تمرین بکنیم در موسیقی ایران. البته از یه دیدگاه بله درسته، برای که استادان قدیم ما که تکنیک نواز نبودن. حتی من یادم هست که با یکی از شاگردان آقای شهنازی که هم عصر با آقای وزیری بودن صحبت میکردم، میگفتن که
قطعه آفتاب مهتاب رو و آقای شهنازی در مقابل بندباز در حقیقت ساخته بودن، ولی واقعا از نظر تکنیکی نوازندگی اصلا قابل قیاس نیست. نباید هم انتظار داشت، اصلا نباید انتظار داشت که آقای شهنازی میتونسته اون همچین کاری رو انجام بده. این کار وزیری بوده. خب حالا یا به اصطلاح با تأثیراتی که به قول حالا مخالفینش از غرب گرفته یا هر چیز دیگری که بوده، ولی نسل بعدش یعنی جنریشن بعدیش که سبا هست و پس از اون شاگردان مکتب سبا هستن که سیستم جمله بندیشون که اینا جمله بندی ایرانیه، یعنی شما مثلا در شاگردان مکتب سبا نوازندگان بسیار خوبی در ویولون میبینید، مثلا مرحوم حبیب الله بدیعی که شاگرد لطف الله مفخم پایان بود، نمیدونم استاد تجویدی، آقای رحمت الله بدیعی، نمیدونم عرض کنم که آقای مهندس همایون خرم، اینها البته هم رحمت الله علیه حسن متاسفانه نیستن چون در زمان ما همشون در کار خودشون دارای تکنیک بسیار برجسته‌ای بودن و سازهای بسیار خوبی نواختن و قطع یقین تأثیراتی که به نحوی غیر مستقیم از مکتب وزیری و از تفکر وزیری وارد مکتب سبا شده و از اینجا به شاگردان مکتب سبا انتقال پیدا کرده، همین مسئله است که بعضی ها هم بعدها یعنی در عصر کنونی ما، یعنی یادم هست در سالهای مثلا 67 68 این حدودا که برخی از نوازندگان کمانچه آثار استاد سبا هم سعی کردن با کمانچه بزنن که اصلا در کمانچه سنتی ما همچین تکنیکی وجود نداشت. بنابراین حتی بعدها جریانهای دیگری هم که در موسیقی کشور ما به وجود آمد و من حالا اونها رو هم بعدها مورد تجزیه و تحلیل قرار میدم، اونها هم تحت تأثیر تکنیک نوازی بودن، یعنی آثارشون اینطور نشون میده. حالا مثلا فرض کنید در آثار مثلا آقای علیزاده که مثلا نوازنده شناخته شده تار هست، دو سه تا کتاب 10 قطعه ایشون نوشتن، همین خاصیت در اون کتاب ها وجود داره. این کتاب ها همه بر اساس تکنیک نوشته شدن. حالا درسته که ایشون یه بخشی از تحصیلاتش در هنرستان موسیقی بوده، ولی خودش رو بیشتر تحت سیطره تفکر آقای برومند و اینها میدونی که دقیقاً اینا جزء طیف سنتی تفکر موسیقی ایرانی هستن. ولی آثار ایشون آثاری است که بر اساس تکنیک نوازندگی نوشته شده. خیلی از نوازندگان امروز ما برای که بخوان تکنیک خودشون نشون بدن این آثار رو میرن میزنن دیگه. این که مسئله است که به قول معروف از هر من از شمسه. وضوح داره کاملا. پس این نشون دهنده تأثیر آقای وزیری هست که بحث تکنیک رو در حدی نافذ توی نوازندگی ایرانی القا کرد که تا 3-4 نسل بعدش، در 3-4 نسل هنری پس از او این مسئله وجود داشته. خیلی عمیق تأثیر گذاشته، خیلی عمیق تأثیر گذاشته. عرض میکنم خدمتون که حتی اونهایی که با ماهیت تفکر و ساختمان جمله بندی و گرامر قطعات موسیقی وزیری مشکل دارن، تکنیکشو نمیتونن حذف کنن، نمیتونن این بخش رو حذف بکنن و اونها هم قطعاتی ساختن که به اعتقاد من اگر شخصیتی مثل وزیری یه همچین کاری رو در موسیقی ما نکرده بود، خیلی طول میکشید تا قطعاتی معادل آنچه که امروز هست ساخته بشه. من فکر میکنم که اگه مثلا وزیری نبود، ما برای که به تکنیک امروز نوازندگی تار برسیم یه 3-4 نسل دیگه هنوز باید بود نوازندگی در کشور ما اتفاق بیفته. ببینید یه مقایسه خیلی ساده بکنیم، یه مقایسه. من سوال کردم که تکنیک، منظور از تکنیک نوازندگی چیه؟ فیزیک نوازندگی است، فیزیک اجرای نوازندگی است. این شاید یک مقداری به طریق خیلی واضح تری در اون مقاله که من در مورد رخدادهای نوین در آموزش موسیقی ایران نوشتم در مجله هنر موسیقی، شاید در اینترنت هم باشه، به اصطلاح
مستتر هست. اما وقتی ما راجع به تکنیک نوازندگی صحبت میکنیم، در حقیقت داریم بخشی از نوازندگی رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم که نوازنده برای بیان یک جمله موسیقایی یا برای بیان یک مفهوم با زبان موسیقی ناچار هست که از اون استفاده بکنه. مثلا یه نوازنده بیاد مثلا برای شما درآمد شور اجرا بکنه. خب هر نوازنده‌ای بسته به توانایی‌های فیزیکی نوازندگی خودش یک جور اجرا می‌کنه، البته با فهم و ادراک هم بخش دیگری است، یعنی یک بخش تکنیک هست، یک بخش هم ادراک. ما وقتی داریم راجع به تکنیک نوازندگی و فیزیک نوازندگی صحبت میکنیم، منظورمون این نیست که ادراک رو حذف بکنن به هیچ عنوان. اصلا اگر بحث ادراکی از نوازندگی حذف بشود، اصلا هیچ چیزی وجود نداره. چه شما ردیف میرزا عبدالله بزنید، چه آثار پیشرفته نوازندگی آقای وزیری رو بزنید. بنابراین ما اینجا فاکتور ادراک رو در هر دو تفکر یکسان تصور میکنیم. خب حالا با دونستن این نفوذ در سیستم نوازندگی ایرانی، میبینیم که واقعا در میان شاگردان وزیری، مخصوصا استاد سبا، بیشترین سهم داره. سهمش خیلی بیشتر از زرین پنجه است، با وجود که زرین پنجه آثار بسیار خوب داره، ولی کثرت کار استاد سبا خیلی بیشتر از این موضوعات هست و خیلی فراتر بسیار کار کرده. حالا در زمانی که بخوایم راجع به استاد سبا صحبت بکنیم، من خیلی مفصل در این زمینه صحبت میکنم، ولی میخوام بگم که بله، این تأثیر نوازندگی تا نسل ها و جنریشن های مختلف آمده، و اگر نبود ما امروز حتی همین آثاری رو که از نوازندگان عصر امروز خودمون نام میبریم که منتشر شدن، نمیتونست به وجود بیاد به این سادگی، اصلا امکانش وجود نداشت. بخش دیگری که من باید در مورد استاد وزیری صحبت بکنم، البته امیدوارم که اولا آقای محسن ساعت رو به من تذکر بدن که من متوجه باشم که چقدر از لایو مونده و اینها، که اگه سوالاتی هم بود بتونم سوالات رو هم جواب بدم. عرض کنم که بخش دیگر در مورد واکنش آقای وزیری نسبت به آنچه که در جامعه اطراف خودش بوده و مسائلی که به سیستم جامعه شناسی و رفتار ایرانیان که در عصر او حضور داشتن برمیگرده. به نظر میاد که وزیری جزء معدود موسیقیدانان جامعه گراست. یعنی چی؟ اولا خب ما در عصر مشروطه میبینیم که مثلا عارف قزوینی تصانیفی داره، همطور که حتما بسیاری از عزیزان که در لایف حضور دارن میدونن که عارف قزوینی در واقع تصانیفش در دو بخش بیشتر از نظر محتوا حرکت کرده، یا بخشش عاشقانه است مثلا تصنیف نمیدونم افتخار آفاق و فلان این حرفا، یه بخشی از تصانیف هم هست که در فضای سیاسی و اجتماعی مشروطه ساخته شده، برای همین بهش میگن تصنیف ساز عصر مشروطه یا تصنیف ساز مشروطه حتی بهش میگن، که خب مثلا اون هنگام می و یا تحت عنوان از خون جوانان وطن و امثال هم، که به اصطلاح آثار متعددی در حقیقت عارف قزوینی در حیطه شکل تصنیف، در فرم تصنیف به اصطلاح ساخته. اما وقتی که آقای وزیری میاتش ایران، به دلیل اینکه با ابزارهای جدیدی در موسیقی ما، در موسیقی اصلا آشنا شده بوده، سعی میکنه اون ابزارها رو برای به اصطلاح برطرف کردن چالش‌های اجتماعی به کار بگیره. اگر که نوشته های مرحوم خالقی رو مطالعه فرموده باشین، میبینین که وزیری میاد و یک اپراهای کوچولویی،
اپرت هایی در حقیقت درست میکنه برای اینکه چالش های روزمره ای که در فرهنگ رفتاری ایرانیان در اون دوره بوده اونها رو به جامعه به اصطلاح به شکل خیلی ترانسپرنسیف خیلی شفاف نشون بده و بعد به اصطلاح چیز بکنه، راهکار نشون بده. این یکی از مهمترین کارهایی بوده که وزیری در طول دوران فعالیت خودش انجام داده و که در بین این اپرت ها اپرت شوهر بدگمان یکی از معروفترین کارهای ایشون هست، یا یک اپرتی ساخته که در مورد بحث اعتیاد هست توی جامعه ایرانی و حتی نه تنها آثار موسیقی برای این کار ساخته. حتما عزیزان مطلع هستن که یکی از مسائلی که هم تا امروز حتی برای وزیری گرفتاری های زیادی رو در حقیقت ایجاد کرده سخنرانی هایی بوده که وزیری در حیطه هنر و مخصوصا بحث هایی در حوزه هنر نمایش و کاربرد های نمایش در ارتقاء فکری و رفتاری جامعه صحبت کرده. یکیش واقعا در مورد اعتیاد همین بحث هست و توی اون سخنرانی ها مقایسه میکنه جوانان عصر خودش رو، عصر خودش، من اصلا چیزی در مورد امروز نمیگم، در مورد عصر خودش، و میگه که بله دوره جوانی که در جامعه فرنگی مثلا عصر کار هست و فعالیت هست و خلاقیت هست و عرض کنم که سازندگی و بالندگی است، در جامعه ما پای افیون در حقیقت تلف میشه. هیچ کسی اینقدر صریح در مورد این اشکال اجتماعی جامعه اون روز ایران اینطور صحبت نکرده. حتی وقتی ما راجع به عارف قزوینی هم صحبت می‌کنیم، اصلا عارف در این موارد که صحبت نمی‌کنه. اون میاد مثلا فرض کنیم راجع به اخراج مورگان شوستر مستشار امریکایی در اون زمان صحبت می‌کنه، یه تصنیف می‌سازه که خب تصانیفی ایشون بالاخره هر کدومش یه شأن نزولی داره. اما در مورد رفتار وزیری هست که میاد در قالب اون سخنرانی ها صحبت میکنه و نقش هنر رو برای ارتقاء کیفی رفتار فردی انسان های جامعه به اصطلاح مورد کالبد شکافی قرار میده. از این جهت وزیری اصلا در بین استادان هم عصر خودش بی نظیره. یعنی خب وزیری ببینید خب با کیا هم عصره؟ با نیداوود هم عصره، نمیدونم با شهنازی هم عصره، با درویش خان هم عصره و نظایر اینها. و همطور که خالقی در نوشتار خودش اشاره میکنه میگه که تنها کسی که مخاطب ما بود در کلوب موزیکال وزیری که دوشنبه شبها در حقیقت برگزار میشد از بین استادان قدیم درویش خان بوده، باقیه نمی آمدن، باقیه دوست نداشتن مثلا یک همچین چیزی رو در جامعه موسیقی ایرانی خیلی مبارک تلقی نمی کردن. موزیسین هایی که در اون دوره بودن اصلا اهل این گونه اظهار نظرهای اجتماعی نبودن. این وزیری است که از این اظهار نظرهای اجتماعی می کنه و در مورد نقش هنر برای ارتقاء جامعه صحبت میکنه و اعتقادش بر این است که در حقیقت هنر باعث ارتقاء فکری و رفتاری میشه. اگر نه استادان قدیم ردیف درس میدادن، ردیف درس رنگ و پیش درآمد و این حرفا، اصلا اهل سخنرانی نبودن، شاید اصلا توانایی اینو نداشتن. همین طورم بوده. هیچ جا شما در تاریخ موسیقی ایران که نمیخونید که بگن که آقا مثلا میرزا حسین قلی رفته یه جا برای سخنرانی مثلا در مورد مثلا هنر موسیقی حتی مثلا. برای همین هست که وزیری چه در زمانی که داشته بر میگشته به ایران و چه در زمانی که دیگه مشغول به فعالیت بوده میگه که استادان ما علم موسیقی رو هم ندارن. حالا
هیچ وقت هم وزیر ادعا نکرده که جامعه شناسه، هیچ وقت همچین ادعایی در هیچ نوشته ای از او وجود نداره، ولی او تشخیصش در مورد بحث کلی جامعه میبینید حتی از عصر خودش هم جلوتره، چون در زمانی که مثلا او در مورد بحث اعتیاد توی جامعه ایرانی صحبت میکنه تقریبا از شاه مملکت تا الا ماشاءالله اهل این ماجرا بودن به نوعی. بنابراین نگاه آقای وزیری به اینکه موزیسین باید دارای سلامت جسمی باشد، دارای سلامت فکری باشد، جامعه باید اینطور باشه و یا برخی از رفتارهایی رو که در اون زمان به تشخیص خودش ناسواب میدیده در تعامل انسانها، اونها رو با زبان موسیقی یک اپرات هایی به شکل تئاتر موزیکال درست میکرده، موسیقی براش مینوشته و تلاش میکرده که به مخاطبین نشون بده که مثلا فرض فلان رفتار رفتار مثلا صحیحی نیست و در کنارش سخنرانی هم میکرده، سخنرانی هم میکرده. این اتفاق حتی در نسل های بعدم به این شیوه یا به این وضوح یا به این شکل حتی بگیم اتفاق نیفتاده و در زمان خودش کاملا نوظهوره. من یادم هست که در سال 69 که آقای پایور و استاد آقای ناهید منزل ما مهمان بودن، یه تعدادی هم از موزیسین های اون زمان منزل ما بودن، یه کسی یه سوالی در مورد استاد سبا کرد که جوابی که آقای پایور دادن به اون آقا میخوام اینجا اون جواب رو اینجا هم به کار ببرم. ایشون سوال کردن که نمیدونم به نظر شما نوازندگی نمیدونم استاد سبا بهتر بود یا نوازندگی مثلا فرزند حیولای بدیعی. آقای پایور جمله خیلی جالبی گفتن، گفتن که هر نوازنده رو باید با نوازندگان هم عصر خودش مقایسه بکنی. حالا این صحبتی رو که من در مورد آقای وزیری کردم، حالا چه اینکه ایشون اپرات ساخته یا نمیدونم رفته سخنرانی کرده در مورد مسائل اجتماعی و نظایر اینها، باید با نوازندگان هم عصرش مقایسه بکنی. در عصر او نوازنده ها همچین چیزی نداشتن، حتی اکثر در منزلشون درس میدادن و به اصطلاح همون ردیف و همون محتوایی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم، اصلا چنین اتفاقی نیفتاد. بنابراین یک بعد آقای وزیری و حتی تأثیراتی که بعدها بر روی شخصیت‌های مثل خالقی که از سرسپردگان فکری به نظر من وزیری میشه محسوبش کرد و یا نسل‌های بعدتر که مسائل دیگری رو در مورد موسیقی صحبت می‌کردن، حتی به اعتقاد پایور می‌گفتن، آقای پایور می‌گفتن که ما الان اینقدر که نیاز داریم که موزیسین ها با مردم صحبت کنن خیلی نیاز نداریم که ساز بزنن. ببینید یعنی ایشون هم رجعت میکنه به این تکنیک آقای وزیری که در اون 4 سخنرانی استفاده کرده و سعی کرده با مخاطبین خودش به اصطلاح ارتباط برقرار کنه، ارتباط کلامی برقرار بکنه و یکی از دلایلش هم این بودی که بی هیچ تعارفی جامعه اون روز ایران نسبت به فهم موسیقی خیلی جامعه فهیمی نبوده، جامعه فهیمی نبوده. حالا یکی چه ممکنه بگه آقا امروز هم نیست، حالا کاری به حالا راجع به امروز بعداً صحبت بکنیم، ولی واقعا در اون زمان نبوده و وزیری احساس نیاز کرده که این کار کرده. بعدها آقای خالقی هم همین کار کرده. آقای خالقی تا دانشگاه تهران میرفته و برای استادای دانشگاه صحبت میکنه. آقای پرویم گفت من باش میرفتم همیشه. یعنی خالقی هم از همین منش استفاده کرده. ببینید خالقی نوازنده نبوده، آهنگسازه، اما در این بخش از این تکنیک آقای وزیری برای ارتباط برقرار کردن با مخاطبین خودش استفاده کرده و این خودش خیلی مسئله مهمی هست.
در مورد به اصطلاح رفتارشناسی وزیری و تأثیر اون. از همین زمان هست تقریبا موزیسین ها به تدریج در اجتماعات پیش از اون که بخوان حالا حتما ساز بزنن صحبت میکنن با مخاطبین. تا قبل از اون شما هیچ گونه داکیومنتی در تاریخ موسیقی ایران نداری که همچه اتفاقی افتاده باشه. شما موزیسین به جایی که حالا بیاد یه چیزی اجرا بکنه بیاد مثلا اول با مخاطبین صحبت بکنه، اونم یه صحبتی در حیطه اون چی که حالا اگر مبحث جامعه شناسی حالا یا مبحث هست در مورد هنر هست به طور کلی این کار صورت گرفته و قبل از وزیری اصلا نبوده. اگه ما بخوایم برگردیم به اون صحبت که هر نوازنده رو باید با نوازندگان عصر خودش در حقیقت مقایسه کرد، بنابراین از این جهت هم آقای وزیری منحصر به فرده و باز پایه‌گذار یک رفتار موسیقایی، یک رفتار فرهنگی است که تا قبل از اون وجود نداشته. تا قبل از اون همچین کاری رو نه میرزا عبدالله انجام داده، نه درویش خان انجام داده، نه میرزا حسین قلی انجام میداده، هیچ کدوم از موزیسین هایی که شما در تاریخ موسیقی ما جزء طیف سنتی تفکر مشاهده میفرمایید به هیچ عنوان چنین رفتاری رو در موسیقی ما نداشتن. شاید بشه گفت دانشش رو نداشتن، بینشش رو نداشتن، جرأتش رو نداشتن، آگاهیشون اونقدر زیاد شاید نبوده که بتونن یه همچین کاری رو انجام بدن. بنابراین عوامل متعددی هست که باعث میشه وزیری این کار رو انجام بده. یکی شاید موقعیت اجتماعیش هست، دوم این هست که تجربه داشته، جامعه مثلا به قول خودش فرنگ رو دیده بوده، نقش هنرهای دیگر رو در ارتقای جامعه توی همون جوامع از نزدیک مشاهده کرده. من یه بخشش هم میتونم به هوش خارق‌العاده‌اش حتی منتسب بکنم، بگم وزیری خیلی آدم باهوشی بوده، خیلی باهوش بوده. حتی فکر میکنم که توی صحبتهایی که ما در اون کتاب منعکس کردیم به اصطلاح خود من این اشاره رو کردم، گفتم خیلی ها در زمان رضا شاه اعزام شدن به خارج که دکترا بگیرن و غیره و ذالک، اما وزیری یکی از باهوشترین افرادی بوده. البته اون با ساپورت دیگری رفته در حقیقت به فرهنگ و برگشته، اما او جز افرادی بودی که به خیلی از مسائل در سیستم جوامع غربی هم توجه کرده، هنر نمایش رو از نزدیک دیده، نقش هنر نمایش، نقش اپرا و در حقیقت داستانهای موزیکال و تأثیر اونها بر روی جامعه، اینها رو دیده. او اینها رو دیده که آمده در اینجا هم سعی کرده اینها رو ایرانیزه بکنه، یعنی مدل ایرانیش رو بسازه، نگاه کرده ببینه در جامعه ما مثلا چه چیزهایی به عنوان چالش هست و شاید بتواند به وسیله سخنرانی و یا آثاری که از کمبیناسیون در حقیقت موسیقی و هنرهای دراماتیکی به شکل ساده به وجود میاد بتونه در اختیار مخاطبین قرار بده. ببینید بازم خیلی باهوشه، نیومده که مثلا مثل واگنر اپرای 20 ساعته که بسازه، میدونه مخاطبش انقدر حوصله نداره. نمیگم او میتوانسته واقعا بسازه، نه همچی چیزی هم صحبت نمی کنم، ولی از این هم اطلاع داشته که باید با مخاطب ایرانی موجز صحبت کرد و به همین دلیل هم آمده از تکنیک سخنرانی و دیالوگ مستقیم و هم از هنر در حقیقت استفاده کرده تا به اصطلاح بتونه مفهومی رو که از نظر جامعه شناسی در ذهن خودش به اصطلاح چیز کردن به اصطلاح استفاده بکنه و اون رو به مخاطبین منتقل بکنه و یک چالشی رو با راهکارش بگه.
خب من صحبت رو اینجا خاتمه میدم که اگه سوالاتی وجود داره، چون میبینم که یواش یواش سوالاتی نوشته میشه توسط عزیزانی که در لایف حضور دارن، که سوالات رو پاسخ بدم. گفتم که آیا پیش از وزیری هم موزیسین های از ایران به فرنگ رفتن؟ ببینید، برای ضبط آثار میرفتن دیگه. شما در تاریخ موسیقی هم وقتی مطالعه میفرمایید میبینید که درویش خان رفته، بعضی از دیگه از استادان ما هم رفتن و بالاخره صفه پر کردن. برای تحصیل موسیقی نرفتن، برای ضبط آثار موسیقی رفتن. ولی تأثیرات این سفر به غیر از این ضبطی که شده، تازه بعدها هم کمپانی‌ها به ایران آمدن و این ضبط‌ها رو یه بخش تونستن در همینجا انجام بدن، ولی شما در تاریخ هم می‌خونید، حتی استاد سبا هم رفته و خیلی از نوازندگانی که نوازندگان بسیار شاخص هستن و آوازخوانان شاخص هستن رفتن، ولی برای ضبط رفتن. ببینید، سوالی که کردن در مورد تأثیر آقای وزیری در مکتب استاد پایور خیلی واضح هست واقعا. البته حالا وقتی ما قطعات، حتی برخی از قطعات ابتدایی استاد پایور رو مشاهده میکنیم، اصلا همچی تکنیکی در ردیف قدیمه سنتور نیست. من یادم هست همون سال 69 آقای پایور گفتم آقا به نظر من این ردیف خیلی هم ابتدایی نیست. فکر کنم در صحبتی که منزل خود ما داشتن خودشون هم همین جمله رو گفتن. سخته، سخته. آقای مهدی ستایشگر در نوشته خودش از این نوع آثار به نام سهل و ممتنع یاد کرده. حالا اون بیان آقای پایور هست، ولی قطعات آقای وزیری سهل و ممتنع هم خیلی نیستن، یعنی اصلا نیستن. هم از همون اولش معلومه که سخته، خیلی مشکله، خیلی مشکله. والا ببینید، این که چرا وزیری ردیف مدون نداره، اگر شما دستور تار و دستورهای ویولون ایشون رو مشاهده بفرمایید، میبینید که وزیری بسیاری از گوشه های موسیقی ایران رو با بیان خودش در حقیقت، حالا یا به شکل ضربی و یا به شکل آوازی، اون اجرا کرده. در سولوهایی که از آقای وزیری هم بر جای مونده، قسمت‌های از موسیقی ایرانی رو میشه متوجه شد. شاید بشه استنباط کرد، کسی از آقای وزیری هم، من جای مطالعه نکردم که آیا از این سوال از ایشون کردن یا نه، ولی من شخصا استنباطم این است که وزیری به این موضوع آگاهی داشت که وقتی که ردیف میرزا عبدالله و ردیف میرزا حسین قلی در جامعه ایرانی وجود داره، پس ردیفی وجود دارد، ردیفی وجود دارد و اون ضرورت‌های بیشتری رو در موسیقی ایران احساس می‌کرده. به نظر من تنها چیزی که ما میتونیم در مورد این بگیم که چرا وزیری خودش ردیف نداره به اون مفهومی که مثلا بگن ردیف وزیری و غیره و ذالک، به خاطر اینه. برای که ردیف اون دوتا استاد بالاخره بوده، این یکی. به علاوه این که به اصطلاح او فکر میکرده که کارهای خیلی مهمتری وجود داره که باید در موسیقی ما انجام بده که متاسفانه تا اون تاریخ انجام نشده. همونطور هم که میدونید در نوشته‌های خالقی بارها همینو نوشته که وزیری گفته آن قطعات استادان زمان من همشون بازاری هن. همشون بازاری هستن. ببینید، حالا سوال کردن که آیا روابطش با رضا شاه و دربار و دیدگاهش. ببینید، وزیری اصولاً یه شخصیت سیاسی نیست. ممکنه مثلا اون رو نمیدونم ناسیونالیست خطاب بکنن، بگن نمیدونم به هر حال وطن پرست بوده، اینطوری مثلا معرفی بکنن. حتی ولی وزیری تنها کسی است که به شاه مملکت که در اون زمان رضا شاه بوده در مورد حرمت گذاری به هنر موسیقی نمیگه. حتما مطلع هستید که وقتی که پادشاه یکی از کشورهای اروپایی دعوت میشه به ایران و از اونجایی که وزیری هم به هر حال یک ارکستری درست کرده بوده و اینها، به اصطلاح
پیشنهاد میشه که به اصطلاح بعد از شام به پادشاه اون کشور ارکستر وزیری بیان و مطالبی از موسیقی ایرانی اجرا بکنن. منتها درباریان نادان در اون زمان پیشنهاد میکنن و شاید هم تعمدن برای تحقیر آقای وزیری این کارو میکنن که بهتر است که وقتی به قول خودشون اعلیحضرت دارن شام صرف میکنن، آقای وزیری هم در اتاق دیگری موسیقی اجرا بکنن. رضا شاه هم که خب هیچ دیدگاهی در مورد بحث حرمت به موسیقی نمیدانسته، میپذیره و وقتی این پیشنهاد داده میشه وزیری این جمله رو میگه که بهتر است که اعلی حضرت بعد از اینکه شامشون رو صرف کردن تشریف بیارن در سالن، اون موقع ما اجرا کنیم. ما همچین کاری رو انجام نمیدیم و به خاطر همین ایشون رو از مدرسه مدیریت مدرسه موسیقی برمی‌دارن و به قول خودشون بچه حرف گوش کنتری رو جایگزین ایشون میکنن. ولی و وزیری میرتش دانشگاه تهران و اونجا استاد زیبایی شناسی میشه و حتی استاد نمونه دانشگاه تهران هم میشه و همونجا در حقیقت به اصطلاح بازنشست میشه از خدمات دولتی. ولی این که سیاسی بوده است اینا، نه به این ترتیب نه. خب این یه سوال دیگه هم هست و سوال کردن که اندازه تکنیک پذیری در موسیقی ایران در ساز و آواز رو بفهمن. البته این سوال خیلی خوبی است، سوال فنی است و خب تکنیک پذیری اول از همه نیاز به شناخت عمیق از ماهیت موسیقی داره. ببینید در شیوه گذشتگان ما هم، یعنی آنهایی که به شیوه سنتی تفکران ما موسیقی اجرا می کردن در عصر آقای وزیری و حتی در عصر ما، یعنی ادهی هم هستن که در حقیقت سنتی تفکران عصر کنونی ما هستن، البته نه همشون، اونهایشون که صاحب ذوق و قریحه نوازندگی هستن بعد که اجرا نمی کنن، که بالاخره ردیف دارن اجرا می کنن، شاید جمله پردازی هم می کنن. تازه بعضی هم هستن که در حقیقت نه پیروی تفکر سنتی ردیف کلاسیک موسیقی ما هستن و نه تکنیک آقای وزیر دارن، مثلا مرحوم استاد جلیل شهناز. ببینید استاد بزرگ جمله پردازی تعارف که نداره که، بعد که اجرا بهترین سولوهای تار امروز ما رو استاد شهناز اجرا کردن، استاد فرهنگ شریف اجرا کردن. اینها من حتی یادم هست که خود آقای ظریف یه دفعه گفتن آقا افتخار من این هست که از این دوتا استاد تقلید بکنم. یعنی تا این حد ایشون پیش رفت، با وجودی که در بخشی از صحبتام اشاره کردم که بهترین اجراهای آقای وزیری پس از آقای وزیری مال آقای ظریف بوده. خب تکنیک پذیری در موسیقی ایران بالاخره یک جایگاه داره. به نظر من بخشی از ظرفیت‌های اون رو در ویولون استاد صبا و مکتب ویولون صبا میشه درک کرد. این نشون میده که خیلی ظرفیت داره. یعنی تقریبا استاد صبا هم به تفکر آقای وزیری تا این حد اعتقاد داشته، فقط توی سیستم جمله بندی از نظام فواصل وزیری تابعیت نمی‌کنه. برای پاسخ به شما باید اینو بگم که از نظام فواصل وزیری او تابعیت نمی‌کنه، ولی تکنیک رو به قدر کفایت استفاده می‌کنه. ولی یه بخش این ماجرا هم البته به مخاطب برمی‌گرده. ببینید مخاطب غیر متخصص خیلی چیز زیادی رو در مورد تکنیک اجرای یک ساز و یک آواز متوجه نمیشه، یعنی اونقدر ادوکیتد نیست، اونقدر تحصیل موسیقی نکرده که بتونه این مسئله رو متوجه بشه و به اصطلاح یک چیزی رو در حقیقت از تکنیک درک بکنه برای بیان بهتر موسیقی ایران. چون همه موسیقی دانان ما اعتقاد دارن که تکنیک باید در خدمت بیان و حس و حال نوازندگی باشه، اگه غیر از این باشه فایده نداره. من مثلا همینجا یه مثال ساده برای شما بزنم. ببینید ما در این حال که داریم راجع به بحث اتود صحبت میکنیم، اتود که نوازندگی که نیست،
یعنی شما وقتی نشستین کنار دست یک آوازخوان یه جمله‌ای رو خون که نمیتونین اتود جوابش بدین، که به هیچ عنوان نمیشه. اونایی هم که حتی امروز وقت خودشون رو صرف اتود نوازی میکنن باید این مسئله رو بدونن که موسیقی ایرانی در نهایت به محتوا برمیگرده. وزیری در کار خودش محتوا رو از نظر دور نداشته، که کاملا محتوا رو نگاه کرده، به محتوا توجه کرده و اونتا تکنیک رو هم در اون سطح بالای خودش ارائه کرده. دقت میکنید؟ بنابراین بس که دارن به من میگن که 24-5 ثانیه به پایان لایو بیشتر باقی نمونده، من خداحافظی میکنم برای که بتونم لایو رو سیو بکنم در همینجا. از همه عزیزان به اصطلاح خداحافظی میکنم و عذرخواهی میکنم که دیگه ناچاریم اینجا تمام بکنیم این لایو رو.